میخوای مادر مصنوعی درست کنی با ترموستات؟ این کلیپ رو تا آخر ببین تا هم بهت بگم ترموستات چه کارایی هایی داره، هم تفاوت لامپ معمولی با لامپ گرمایشی برات توضیح بدم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، علیرضا آندرلاین الک هستم. امروز میخوام یه فیلم آموزشی براتون پر کنیم، مادر مصنوعی نمونه سوم که با ترموستات درست میشه. خب من در درجه اول یه توضیح بهتون بدم از ترموستات که از چه قسمتهایی تشکیل شده و اصلا ترموستات کارش چیه و چه استفاده هایی میشه از ترموستات کرد. این سیمی که این شما دارید میبینید سیم سنسور ترموستات هست، یه سیم تقریبا 30 سانتیه، تهش سوکت داره اینجا داخل برد، این قسمت سوکت نصب میشه. خب حالا این سیم سنسور من کنار میذارم، یه توضیح در مورد خود ترموستات بهتون میدم. 4 تا ترمینال اینجا هست که دوتاش مربوط به ورودی ولتاژ آداپتور یا ولتاژ دی سی تون هست، بعد یکی 12 ولت، دو تا هم به اسم کاسر و کایک هست اینجا که حالا اونم بهتون توضیح میدم داخل همین ویدیو که چجوری باید لامپو وصل کنید بهش، حالا لامپ یا المنت فرق نمیکنه. این بتا مشکل هم که اینجا هست رله هست، اون همون کلید مکانیکیه که داره اینجا براتون وصل میکنه. این قسمت یک نمایشگر سه‌رقمیه و 3 تا کلید روی برد هست. حالا دیگه بقیه قطعات کاری نداریم، به همین قطعاتی که میخواد بشناسید برای کار با ترموستات همینا هست. 3 تا کلید از منفی، مثبت و ست تشکیل شده که دارید میبینید شما. بعد این 3 تا کلید هم که راحت تنظیماتی که حالا پی 0 تا پی 6 میتونید اینجا انجام بدید و دم مورد نظرتون رو و با دکمه مثبت منفی هم که کم و زیاد میکنید. خب خیلی سوال کرده بودن که ترموستات چه کارایی داره یا اصلا برای چه جاهایی استفاده میشه. ترموستات رو شما داخل دستگاه جوجه کشی، ترموستات 1209 کلا ترموستات این شکلی رو داخل دستگاه جوجه کشی به دو تا مود میتونید شما استفاده کنید، یک مود گرما، دو مود سرما. حالا همون پی سرف که اولش داخل تنظیمات هست که اچ میذارن با سی، حالا گرما و سرما. این قسمت از مادر مصنوعی خیلی شبیه به قسمت قبلیه با یه سری تفاوت‌ها، پس با من همراه باشید تا آخر ویدیو. عرضم به حضورتون که پس این شو ترموستات، توضیحاتش، دو تا مود استفادهش، فیلم آموزش تنظیماتش که تو پیج شاپ انیمال موجود هست. پس کاری فعلا به تنظیماتش نداریم، فقط دو تا مودش رو گفتم که در جریان باشید. خب پس کاری به ترموستات نداریم. وسایلی که برای امروز نیاز داریم برای آموزش ترموستات، آداپتور 12 ولت حالا 1 یا 2 آمپر، اینم توضیح میدم. لامپ گرمایشی، داکت، دو تا سرپیچ، دو شاخ، سیم و یه سری ابزارات برای کار. اصلا به حضورتون که شما خیلی سوال کردین چرا دو تا لامپ هر سری می‌بندید؟ نگاه کنید دوستان، من دارم بهتون آموزش میدم. وقتی دارم بهتون آموزش میدم، وقتی بیام یه لامپو ببندم، خیلی ها میخوان دو تا لامپ ببندن، سه تا ببندن، چهار تا ببندن. باز مجدد میان سوال میکنن چجوری باید دو تا ببندیم، سه تا ببندیم. من دو تا میبندم، نخواستید یه دونه رو بردارید اگر که میشه. چون تو نمونه اول نمیشد یه لامپو بردارید، باید حتما 2، 4، 6، 8 زوج زوج بودن. داخل قسمت دوم گفتم با یه لامپ هم همون کار میشه، تو این قسمت هم مجدد با یه لامپ هم میشه، با 10 تا لامپ، با 100 تا هم میشه. علت چیه؟ چون لامپ ها مجدد با هم موازی هستن. حالا تفاوت لامپ معمولی و گرمایشی رو بهتون میگم که با مادون قرمز اشتباهش نگیرید. اینجا دقت کنید، مثل همون سری قبلی، همون مدار سری قبلی که من رو بستم، اومدیم چیکار کردیم؟ یه سیم دو تا هولدر وصل شده، دو تا سرپیچ سیم وصل شده به این، این هم داشت سیم اومده بیرون، دو تا سیم به هم وصل شدن و اون سرش خورده به دو شاخ، شاخی که اینجا هست. پس کار خاصی داخل سیم کشی فعلا اینجا تا اینجا نداره. حالا شما میتونید یک لامپو حذف کنید، اگر فضاتون کوچیک‌تر یه لامپ بذارید تو این نمونه، و تو نمونه دوم میتونید دو تا بذارید، سه تا، چهار تا، دیگه بستگی به توان کنترل کننده‌تون داره. حالا تا برای کنورش. حالا تفاوت این لامپ با این لامپ چیه؟ این لامپ بهش میگن لامپ پشت جیوه‌ای یا همون لامپ گرمایشی. این لامپ با مادون قرمز تفاوت داره. اگر خواستید لامپو خریداری کنید فکر نکنید مادون قرمز، این لامپ همون لامپ معمولیه، هیچ فرقی نمی‌کنه. توان 60 وات پایین‌تره و پشتش جیوه خورده. علتش چیه؟ چون وقتی این لامپ رو روشن می‌کنید، تمام گرمای این لامپ به سمت پایین خورده میشه. این لامپ رو این شکلی هم می‌تونید نصب کنید برای داخل یک فضای، داخل یک باکسی، داخل قفس. اینجوری می‌تونید نصب کنید گرما بده. ولی اگر این لامپ این شکلی نصب کردید، می‌گن روبروش گرما میده، زیرش گرما نمیده. یعنی وقتی روشن میشه که دست به اینجا رو نگیرید بهتره، ولی بگیرید می‌بینید که پایینش خیلی داغه. یعنی اصلا دستتون می‌سوزه این پایین دست بزنید. خب اینجا پس همون داکت گفتیم به هم موازیش می‌کنیم. پس با یه دونه هم کارمون میشه. موقع بستن هم یه دونه‌شو نمی‌بندم که ببینید با یه دونه هم میشه. چیکار میکنیم؟ مثل سری قبل یه سیم وصل کردیم به این دوتا، بینشون نگاه توجه کنیم بچه ها، این شکل، این همین سیم به هم وصل بوده، ما قطعش کردیم اینجا. حالا این دو سر سیم رو کمیم روکشش رو برمیداریم کمیشتر. خب این تا اینجا این سره رو میپیچونیم، یک نیمه کوچیکم بهش میدیم که داخل ترمینال با قوام تر بیسته. خب این هم تا اینجا. خب پس اینجا تا الان کار خاصی انجام ندیم، مشابه قسمت قبلی هست. ترموستات رو میاریم، سنسورش رو کاری نداریم، ترموستات. خب چهار تا ترمینال اینجا، من چهار تا رو بازش کنم که الان خواستم سیم وارد کنم مشکلی نباشه.
خب اولین از سمت راست، راست شما، از سمت راست میشه GND یا همون گراند یا همون منفی آداپتور. دومی مثبت 12 وی، مثبت 12 ولت یا همون مثبت آداپتور هست. سومی K1، چهارمی K0. پس این شد 4 ترمینال که اینجا هست. با این دو تا اولی الان کاری نداریم، با این دو تا دومی کار داریم. این دو تا سیم رو فرقی نمی‌کنه داخل K0 K1 هیچ فرقی نمی‌کنه، چرا این اول بزنی چرا این اول بزنی تفاوتی نداره، داخل دو تا سمت چپی نصب می‌کنه. خب من اینو نصبش کنم و ببندمش. دقت کنید بچه‌ها نصب می‌کنید حتما تست کنید، برق شوخی نداره اصلا، حتما تست کنید که سیم بیرون نیاد. حالا یک نکته مهمتری هم بخوام بهتون بگم، پشت ترموستات برق جریان داره، سعی کنید به بدنه دستگاهی که می‌بندید، نه که سعی کنید، حتما به بدنه که می‌بندید رسانا نباشه، یعنی فلز نباشه، پشتش صفحه آلومینیوم، صفحه هر چیزی که فلزی هست و رسانا هست نذارید. چرا؟ به خاطر اینکه این پشت داره برق میاد، مثلا این پایین، حالا این بالا شاید دی سی باشه مشکل دار نباشه، حتی اینجا اگر اتصال کوتاه بشه نمایشگر اشتباه نمایش میده، این سنسور اشتباه خونده میشه، اینجا آی سی نمیتونه درست کار انجام بده، این برای قسمت بالا بود، یعنی اتفاق حادی رخ نمیده. اتفاق حاد کجا هست؟ همونجا که این برق اگر اتصال کوتاه بشه جرقه مهیب و اصلا یک ترکیدن این قسمت برد و اصلا کارتون به هم میریزه. خلاص سعی کنید نشه. ارزم بودتون پس این دو تای اولی رو سمت چپی رو نصب کردیم. پس الان این قسمت مدار، یعنی قسمت AC مدارمون آماده است. میریم سراغ قسمت DC مدار که همون آداپتور میشه. در مورد AC و DC هم یه توضیح بعدا میدم، من میخوام در مورد همه چی بهتون توضیح بدیم، خیالتون راحت بشه. خب این قسمت آداپتور من آوردم، آداپتور 12 من دو استفاده کردم، اگه فقط ترموستات خالی میخواید استفاده کنید یک هم کافیتون هست. خب حالا مثلا من میگم نیم استفاده نکنید، چون خیلی‌ها میگن نیم استفاده کنیم، این توانهایی که برینا مینویسه توانهای حقیقی نیست، مثلا میگه 2 آمپر شو 2 آمپر نده ماکس، یعنی نهایت 2 آمپر نده، یک کنیم مثال میگم بده، وقتی یک بگیرید 700-800 میلی آمپر یا مثلا 500 میلی آمپر میده، دیگه نیم که بگیرید خیلی پایین میده که دیگه به کارتون نمیاد. خب حالا اینو که من حالا داخل فیلمام گفتم، خیلی از دوستان دیگه هم گفتن، توجه کنید دو تا سیم داخل سیکت آداپتور هست، وقتی میچینید سیمش اینجوری باز میکنید، آبی مشکی، قرمز مشکی، سبز مشکی، سبز قهوه‌ای، نمیدونم، نگار رنگ‌های تضاد با هم اکثرا، یعنی اکثرا رنگ‌هایی هست که با هم کاملا در تضاد هستن و معمولا رنگ‌های تیره منفی هستن و رنگ‌های روشن مثبت. خب این کجا بس می‌کنیم؟ جی ان دی اولی منفی بود، یعنی سیم مشکی، دومی مثبت 12 بود یا همون سیم آبی. خب اینا بس می‌کنیم اینجا، این قسمت رو تک تک بس می‌کنم که اوکی باشه. خب اینا که اینجا بس کنید، باز مجدد هر نصبی که داخل ترمینال انجام میدید تست کنید که در نهایت شانسی هم یه دونش در نمیاد بهتون نشون بدم، ممکن سن میگم آره نگو در نمیاد. خب با حتما این تست رو بکنید که اتصالی نداشته باشه و کارتون درست انجام بگیره. آه در اومد، اینو سیو کردم در اومد. ببینید این اگر تست نکنید اینجوری میشه، بعد میگید ترمینال رو درست کار نمیکنه یا جرقه میزنه. خب تا نم به این موقعی میزن بکشید که خب اوکی. حالا اینجا پس ما اول کاری به قسمت برقیش نداریم و می‌خوایم ترموستات رو تست کنیم، ببینیم سیم مثبت منفی رو اوکی زدیم و ترموستات روشن میشه، تنظیمش کنیم بعد روشنش کنیم. خب می‌ذاریم داخل برق و می‌بینید الان بهتون میگه 3 تا ال نمایش میده، میگه سنسور داخلش نیست. اینجا سنسور هم وصل می‌کنیم داخل قضیه. بله خب دماس سنسور رو وصل می‌کنید، سنسور اینجا دما رو نمایش میده بهتون و حالا مثلا من تنظیم کردم روی 27 تا نیم، دارمش 27 بیا پایین تر میدم دما چقدره، دما الان 26 و 4 دما من یکم با دست میگیرمش که بره بالا و قطع بشه. خب پس ترموستات تا اینجا داره درست کار انجام میده. این LED که این گوشه هست که روشن میشه مربوط به این رله میشه، وقتی روشنه باید رله هم روشن باشه. حالا پس تا اینجا کار ترموستاتمون درسته، حالا وقتی هم بیاد پایین دوباره مجدد روشن میشه. خب پس ترموستات رو وصل کردیم، بریم سراغ لامپ ها و برای تست مدارمون بس خودتون خلوت کنید که بچه ها مشکلی براتون ایجاد نشه. خب اینا وصل میکنیم به برق، برق رو خاموش میکنیم، دقت کنید من برق اونجا خاموش کردم، فقط کردمش داخل برق، با یک دونه لامپ من تست میکنم براتون. خب حالا دقت کنید، اینجا من اگه بخوام براتون دست بگیرم ممکن حالا پشتش میگم برق هست، حالا فهمیدم احتیاط کنم، ولی خب این کار انجام ندید، حتما اول کامل نصبش کنید بعد روشن کنید و اینا. خب میریم داخل روشن شدنش، 27 تا 1 یکم دیگه بیاد پایین‌تر لامپ روشن میشه، یکم خنک‌تر میشه میز خنک. نه
پایین تر نمیاد روشن بشه، کم فوتش کنیم، بیشتر شد، نفسم گرمه. خب قامشش میکنم، سیم برق رو در میارم و روشن میکنم و دمای یه مقدار میارم بالاتر. خب الان تنظیمش کردم 28 و روشن شد. خب همونجور که میدونم روشنه، دست که بگیرم دما بیاد بالا میکنم کافیش باشه. یه مقدار دیگه. خب برسه به 28، این هم 27 نومه، این هم 28 درجه. خب توجه کنیم، پس الان چی شد؟ الان ما این ترموستات رو به لامپ متصل کردیم، یه دونه لامپ هم بستم اینجا همجور که میبینید، یه دونه لامپ داخله و روشن میشه و کار انجام میده. اگه بخواید دوتا بس کنیم، من دوتا لامپ بس میکنم، دوتا لامپ هم تست میکنیم. حتما بین کارتون گریه میبندید یا سرایتون خاموش کنید، یا بهتره که کلن دوشان خواهد از داخل بر در بیارید. خب میبینید کنان روشن شد، دما 27 و نیمه، اینو من دوباره میگیرمش مجدد. دما بره بالا، نزدیک خود لامپ هم تو بکنمش. خب الان خاموش شد، پس این قسمت مدار اوکی شد، اینجا هم اوکی شد، خاموش میکنیم میریم برای بستن روی خود باکس مادر اصلیمون، باکس معروف آموزشی. خب خب عرضم به حضورتون که حالا دوباره مجدد یاد میان میگن چرا جلوی کارتون بازه، چرا دو تا لامپ برای این جای کوچیک. من دوباره میگم این جلوی کارتون بازه به خاطر که شما ببینید، این در درجه اول و در درجه دوم. چرا دو تا لامپ بهتون توضیح دادم به خاطر اینکه آموزش میدم دو تا لامپ که اگه خواستین بیشترش کنید به همین شکله، با یه دونه لامپ هم کافیه برای این فضا و این باکس. خب من الان ترموستات رو، شما دقت کنید بچه‌ها، ترموستات برای این کار باید از پشتش سوراخ بشه، از پشت این باکس، از این زیر دماسن سوراخ بشه بیاد وسط های اینجا. خب این ترموستات رو نزدیک لامپ قرار ندید، خب ما از اینجا نصبش کنم، شما دمای اینجا رو نمیخواید، دمای اون کفر رو میخواید، یا اون گوشه نصبش کنید، یه جور نصبش کنید که نزدیک به اون محل نگهداری باشه. خب اینو خودم روشن کنم به این شکل. نما دما 28 خودش، تنظیم 28 این مقدار بینش بالاتر. خب بردد بردد جمع شده. خب با درست شده باشه. خب روشن شد و رفت بالا، رو داری نزدیک لامپ میگیریم تا خاموش بشه و ببینید که در اوکی کار میکنم. من خیلی بکنم بردمش بالا. خب این هم مادر نسلی با ترموستات، حالا این لامپ بود. من بهتون لامپ درمایشی هم بگم. حالا نکته خیلی مهم عرضم به حضورتون که من خودم این روش مادر نسلی رو خیلی پیشنهاد نمی کنم و عرضم به حضورتون که چرا؟ به خاطر اینکه لامپ مداوم داره خاموش و روشن میشه بالای سر جوجه و خب اون یک ماهی قرار داخل این باکس یا قفس یا هر چیزی باشه یکم اذیت کننده است. بهتره که برای این کار، حالا خیلی میان دور لامپ ها فویل میپیچن، توجه کنید اگر دور لامپ فویل بپیچید، ما حالا این لامپ مثلا داره گرما تولید میکنه، من کلا دورش رو فویل بپیچم مثل خودش، یعنی قشنگ بپوشونمش با فویل بگم فقط گرماش، خب این شیشه گرما توش حبس میشه و باعث سوختن لامپ یا ترکیدن لامپ میشه. میتونید سعی کنید یک روپوش، یک حالا دورپوش، یه چیزی که روش قرار بگیره که یعنی هوا توش گردش داشته باشه داخل این قسمت لامپ، حالا چه این فرقی نمی‌کنه، باز لامپ گرمایشی نورش کمتر از لامپ سده و خیلی بهتره. خب با اینم تست می‌کنیم. خب بسیم اوکی، بله روشن شد. خب عرضم بازون میبینید که الان این بالای لامپ گرمایشی اونقدر داغ نیست، ولی همین الان که روشن شده این پایین به شدت داغ است. این پایین نگاه، من نمیتونم دست نگه دارم، خیلی کمراتون تازه روشن شده و این بالا میبینید من دارم گرفتمش، گرفتم ولی اینجا هم نه گرم زیاد نداره، اینجا هم پانک تره میبینید داره لامپ رو رو باز تابیده و این پایین الان خیلی داشت. این هم اینم بیلحظه بگیرم پایینش. خب این هم اینجا. حالا عرضم بزرگتون که من خودم، حالا برای مادر مصنوعی اگه بخواید با ترموستات درست کنید، لامپ گرمایشی پیشنهاد میدم چون نورش کمتره و ممکنه روش کمتر اذیت بشه و خب لامپ ساعت یکم نورش بیشتر. و اگه خواستین اینو یه جور درست کنید که نور بهشون نخوره، میگم با یک مخرج جدا کننده ای بذارید اون بین که نور به جوجه ها برخورد نکنه، بالا بزنه اشکال نداره، ولی خب به اون جوجه های مداوم چشمک نزنه چون قراره یک ماه داخل مادر مصنوعی بمونن. و عرضم به حضورتون که بچه‌ها توجه کنید، مادر من خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید، به ما انرژی بدین تا بتونیم بازم براتون کلی فیلم آموزشی پر کنیم. امیدوارم که این فیلم آموزشی به کارتون بخوره.